سلام عرض می کنم خدمت دوستانی که گفتگوی پیش رو رو دنبال می کنن. تقسیم فلسفه معاصر به فلسفه تحلیلی و فلسفه قاری امروزه به رسمیت شناخته شده، اما تداوم بحثا در اطراف اون موجب شده که یک سلسله مسائلی زنده بشه و موضع‌گیری های معرفتی و گاه و بیگاه فیلسوفان دو سنت علیه یکدیگر ما رو به ضرورت دیالکتیکی مستمر رسونده. گفتگوهایی که بنده مدتی قبل آغاز کردم با واکنش‌های بسیار زیادی در فضای مجازی روبرو بوده، اما نقطه عطفی که برای خود بنده به عنوان یک دانش آموخته فلسفه مطرح هستش اینه که از نیای خود به ویژه سقراط یاد بگیرم که حقیقت از اندرون گفتگو و دیالوگ خودش رو آشکار میکنه و ظهور میده. اگر باب گفتگوها بسته بشه به یک بنیادگرایی و مونولوگ پروری عظیمی میرسیم که نظیرش رو در هیچ دوره تاریخی ندیدیم. هنوز صدای محزون شریعتی از 50 سال پیش به گوش میرسه که تعبیری که شریعتی داشت که همه چیز از دست رفته و همه چیز از دست میره اگه ما توجه نکنیم و همت نگماریم. گفتگوهای قبلی من با دکتر سروش دباغ و دکتر بیژن عبدالکریمی ما رو به این نتیجه رسوند که نزاع دو سنت فلسفی بسیار جدیتر از اینه که ما بی توجه به خواستگاه اونها مطالبی رو بگوییم. این نوبت خدمت دکتر نازنین بیژن عبدالکریمی هستیم تا مستقیما نظراتشون رو پیرامون مباحثی که دکتر دباغ مطرح کردن ذکر کنن. اما اجازه بدین پیش از اینکه وارد اون بحث بشیم از دکتر عبدالکریمی بپرسم که یکی از مسائلی که عموما مطرح میشه این است که مخالفین معرفتی شما در فضای غیر هرمنوتیکی به نسبت ما و جهان نیچه‌ای مینگرند. همزبانی و به تعبیر تحلیلی ها درک پارادایم به نظر میرسه شرط مهمی باشه. از این نکته که صرف نظر کنیم، جناب‌عالی چه شرایط معرفتی و غیر معرفتی رو توصیه میکنید تا دو سنت فکری همدلانه به گفتگو نشینن؟ آقای دکتر خدمت شما هست. من هم خدمت آقای دکتر پاینده عزیز و دیگر شنوندگان این برنامه بسیار عرض سلام و عرض ادب دارم. پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر من تقریبا ساعات پایانی روزه و من روز بسیار بسیار پرمشغله‌ای داشتم، اگر من یک مقدار تنین صدام خسته است از این بابت پیشا پیش عذرخواه هستم. ببینید، واقعیتش اینه که خب این تقسیم فلسفه معاصر به مشرب تحلیلی و مشرب قاره‌ای که به تعبیر شما هم تا حدود زیادی به اصطلاح به رسمیت شناخته شده، به هر حال یک تقسیم بندی است که توسط مورخان تاریخ فلسفه صورت گرفته و نه توسط خود فیلسوفان، و خودش محل بحثه که ما باید از فلسفه تحلیلی صحبت کنیم و از فلسفه های تحلیلی، از فلسفه قاره‌ای صحبت کنیم یا فلسفه های قاره‌ای. و همونجور که همه دوستان میدونن، آقای دکتر دباغ هم خیلی تاکید داشتن، فلسفه های تحلیلی یک عرض بسیار بسیار عریضی است، عرض بسیار بسیار عریضی است. فریگر رو دارید، راسل رو دارید، وایتهد رو دارید، مور رو دارید، برانتون رو دارید، ماینونگ رو دارید، هوسرل رو دارید، پیرس رو دارید، ویلیام جیمز رو دارید، واتسون رو به واسطه پژوهش‌های تجربیشتر حوزه روانشناسی دارید، راشنباخ رو دارید، پاتنام رو دارید، گودمن رو دارید، پوپر رو دارید، تا بیایید به امروزی ها مثل تو حوزه مثلا سیاست آیزا برلین، رابرت موزیک، جان رالز رو دارید، مایکل دامت رو دارید، رایل رو دارید و فیلسوفان بزرگی مثل ویتگنشتاین رو هم در این حوزه قرار میدن و این اواخر کوین رو دارید، کریپکی رو دارید و و و و خیلی از حوزه های دیگه. از اون سو هم در حوزه فلسفه های تحلیلی حتی نوتومیست ها رو جز فیلسوفان قاره‌ای دونستن. هایدگر رو دارید، هگل رو دارید، نیچه رو دارید، کیرکگور رو دارید، اگزیستانسیالیست ها با اون عرض عریضش رو دارید، تا کافکا رو دارید و و و نمیدونم نمایشنامه سوی مثل مثلا فرض کنید که ایبسن رو دارید، اونامونو رو دارید و خیلی 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 گسترده است. یعنی واقعا ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. اما برای اینکه کار رو یه مقداری مسیر بحث رو من نشون بدم، ببینید وقتی ما راجع به یک امری، یک سنت مثلا داریم صحبت میکنیم، به دو اعتبار، به
دو اعتبار میتونیم بحث کنیم. گاهی وقتا یک واقعیت رو، یک تاریخ رو، یک سنت نظری و فکری رو به اعتبار کثرتش نگاه میکنیم. یعنی مثلا وقتی میگیم تاریخ متافیزیک، تاریخ متافیزیک شما سقراط رو دارید، افلاطون رو دارید، ارسطو رو دارید، نمیدونم فلوتین رو دارید، تا بیاین قرون وسطا فیلسوفای مثل اوکام رو دارید، سنتوما رو دارید، آنسلم رو دارید، تا بیاین دوره جدید دکارت رو دارید، اسپینوزا رو دارید، هگل، آمپلیست ها، راسیونالیست ها، و تا بیاید فرگه، تا بیاید ویتنشان، تا هایدگر، تا پست مدرن، و و و این به اعتبار کثرته. اما گاهی وقتا شما میگید افلاطون فیلسوف است، ارسطو فیلسوف است، هگل فیلسوف است، و از تاریخ 2500 ساله فلسفه صحبت میکنید. یعنی شما دارید راجع به سنت تاریخ فلسفه به اعتبار وحدتش صحبت میکنید. دیگه نمیگید که آمپریست ها و راسیونالیست ها با هم متفاوتن، پدیدارشناس ها با هرمونتیست ها مثلا مخالفن، اگزیستانسیالیست ها مثلا فرض کنید که با آمپریست ها متفاوتن. خب این تفاوت ها مفروضه. اما گاه ما یک سنت رو به اعتبار وحدتش مورد مطالعه قرار میدیم، چنان که مثلا خب به خوبی میدونیم ارسطو، عذرخواهم، ابن سینا با فارابی متفاوته، سهروردی با ابن سینا متفاوته، میرداماد با ملا صدرا متفاوته، ملا صدرا مثلا با ابن سینا متفاوته. این تفاوت ها رو میدونیم. اما گاه ما یک سنت نظری رو به اعتبار وحدتش از سنت فلسفه اسلامی صحبت میکنیم. یعنی درسته که بین فیلسوفان اسلامی تفاوت وجود داره، اما یک شیرازه‌ای وجود داره، یک نخ تسبیحی وجود داره که به بین ملا صدرا و ابن سینا و فارابی وحدت ایجاد میکنه، و به اعتبار این وحدت که ما از سنت فلسفه اسلامی صحبت میکنیم، و این سنت فلسفه اسلامی در برابر سنت فلسفه مسیحی قرار میگیره، و این سنت فلسفه مسیحی مثلا در برابر تفکر هندی قرار میگیره. اما به یک اعتبار دوباره میتوانیم بین سنت فلسفه اسلامی و سنت فلسفه مسیحی یا با سنت متافیزیک یونانی به اصطلاح وحدت نظرهایی رو به اصطلاح داشته باشیم. این رو گفتم وقتی از مقایسه فلسفه تحلیلی به فلسفه قاره‌ای صحبت میکنیم، داریم از دو سنت فکری مختلف به اعتبار وحدتشون با هم بحث میکنیم. لذا این دیگه درست نیست که وقتی عبدالکریمی مثلا یک پرسشی در برابر پرسشی قرار میگیره که فلسفه تحلیلی رو به اعتبار وحدتش و فلسفه قاره‌ای رو به اعتبار وحدتش در مقابل هم قرار میدیم، حالا بیایم بگیم که مثلا عبدالکریمی که همه فلسفه‌های تحلیل رو نخونده، مگه عبدالکریمی مثلا جورج بول رو میشناسه؟ مگه عبدالکریمی مثلا راسل رو میشناسه؟ مگه عبدالکریمی وایت هد رو میشناسه؟ یعنی یک بحث فلسفی رو که ناظر به یک ناظر به دو سنت فلسفی فلسفه معاصر به اعتبار وحدتشونه، تبدیل به یک بحث فیلولوژیک میکنیم، تبدیل به یک متن، بحث متن شناسی میکنیم. تو گویی قرار بود عبدالکریمی همه فلسفه های تحلیل رو خونده باشه، و تو گویی طرف رقیب انگار این ادعا رو داره که مثلا همه فلسفه های قاره‌ای رو میشناسه، مثلا نئوتومیستا گرفته تا پست مدرن ها، تا اگزیستانسیالیست ها، تا پسا ساختارگره ها، و و و و که همش هم اگه بخوام احصا کنیم شاید کل این جلسه رو بخواد در بر بگیره. با این مقدمه که ما داریم یک بحث متافیزیکی میکنیم، من فکر میکنم وقتی از دو سنت فلسفه معاصر صحبت میکنیم با همه محدودیت هایی که تعابیری مثل فلسفه انگلیسی، فلسفه های انگلستان، یا فلسفه های جرمنی، یا فلسفه های قاره‌ای داره، یا با همه به اصطلاح محدودیت هایی که تعابیری مثل فلسفه تحلیلی یا فلسفه قاره‌ای داره، و آقای دکتر دباغ هم میکوشیدن به برخی از اینها اشاره بکنن که مثلا ویتگنشتاین رو جزء فیلسوفان قاره‌ای قرار بدیم و جزء فیلسوفان تحلیلی، واقعیتش اینه که در ویتگنشتاین هر دو وصف وجود داره. این محدودیت ها مال تعریفه، این محدودیت ها مال اندیشه عبدالکریمی نیست. شما هر نوع تعریفی که بکنید، این تعریف در واقعیت با محدودیت هایی مواجه میشه. اما واقعا فلسفه های تحلیلی
با فلسفه های قاره‌ای چه تفاوتی دارن؟ من یک تفاوت رو در جلسه گذشته گفتم ریچارد رورتی معتقده که اگر ما در سنت فلسفه تحلیلی باشیم و درون این پارادایم به پارادایم فلسفه های تحلیلی نگاه کنیم، عذر میخوام فلسفه قاره‌ای نگاه کنیم، در واقع فلسفه قاره‌ای اساسا فلسفه نیست و چیزی شبیه شعر. اما اگر پارادایم رو تغییر بدیم، یعنی درون پارادایم فلسفه های قاره‌ای باشیم و به در واقع به فلسفه های تحلیلی نگاه کنیم، در واقع فلسفه های تحلیلی همه چیز هست جز فلسفه. خب این زمانی است که ما پارادایمیک نگاه بکنیم و به اعتقاد من تفاوت‌های بنیادینی هم بین این دو پارادایم وجود داره. من یه مقدار راجع به تفاوت میخوام توضیح بدم. ببینید واقعا تفاوت این دو سنت چیه؟ تفاوت این دو سنت چیه؟ پاره‌ای معتقدن که این دو سنت فقط یک نوع به اصطلاح تمایزه، یه تمایزی است در برنامه‌ریزی آموزشی، یعنی هیچ نوع تمایز جدی نیست. یعنی مثلا اومدیم گفتیم آقا این دانشکده علوم انسانیه، اینجا اقتصاد میخونن، اینجا روانشناسی میخونن، اینجا فلسفه میخونن. حالا تو خود فلسفه گفتیم مثلا اگر شما میخواید هایدگر بخونی، نیچه بخونی، هگل بخونی، اگزیستانسیالیست بخونی، میای میری در زمره مثلا به اصطلاح فلسفه‌های قاره‌ای. اما اگر بخوای راسل بخونی، فرگه بخونی، ماینونگ بخونی، نمیدونم دامت بخونی، شما باید بری مثلا فلسفه‌های تحت جزء واحدهای درسی مثلا فلسفه‌های تحلیلیه. چون که امروز هم مثلا فرض کنید میگن نیچه میخوای بخونی یا هایدگر، جزء دروس اگزیستانسیالیسم میذارن، ولی هممون میدونیم نه نیچه اگزیستانسیالیست نه هایدگر، و هایدگر که صراحتا مخالفت خودش رو با اینکه اگزیستانسیالیست نامیده بشه اعلام میکنه. اما به اصطلاح یک پاسخ هم این بود که پاسخ به اصطلاح رورتین بود که فلسفه های تحلیلی و فلسفه قاره‌ای دو پاسخ به یک پرسش واحد هم. و اونی که در روزگاری که علم و تکنولوژی رشد پیدا کرده و معرفت علمی غلبه پیدا کرده، تفکر فلسفی چگونه چیزی میتونه باشه. و من گفتم که از نظر ریچارد رورتی فلسفه تحلیلی اون پاسخی است که میکوشه فلسفه تفکر متافیزیکی رو به الگوهای به اسم معرفت علمی نزدیک بکنه و چیزی به نام متاساینس رو به رسمیت نمیشناسه. اما فلسفه قاره‌ای عموما در واقع معتقدن که تفکر فلسفی با تفکر علمی با معرفت علمی تفاوت‌های بسیار بنیادینی داره. اما اگر نظر من رو بخواید، هیچ کدوم از این نظرها رو من مکفی نمیدونم، مناسب نمیدونم. به نظر من دو سنت فلسفه‌های تحلیلی و فلسفه‌های قاره‌ای در واقع دو شیوه، دو پارادایم گوناگون هستند به زبان توماس کهنی، و در واقع اینها دو گونه مواجهه با جهانن، دو گونه مواجهه با انسانن. یعنی مبادی اونتولوژیک متفاوت دارن، مبانی آنتروپولوژیک مختلف دارن و مبانی به اصطلاح اپیستمولوژیک مختلف دارن. لذا فیلسوف تحلیلی، کسی که با این فلسفه تربیت پیدا میکنه، یک نحوه تحقق اگزیستانس انسانی در این جهانه، و کسی که در سنت قاره‌ای میاندیشه یک نحوه بودن دیگری در این جهانه. یعنی دو نحوه گوناگون تحقق اگزیستنسشون به اصطلاح در این جهانه. حالا اگر ما بپذیریم که فلسفه های تحلیلی و فلسفه های قاره‌ای دو پارادایم گوناگون هستند، دو پارادایم متفاوت هستند که قطعا چنینه، سوال اینه که آیا دیالوگ میان دو پارادایم گوناگون امکان پذیره؟ پاسخ من اینه، تا زمانی که فرد درون پارادایمه به پارادایم دیگه راه نداره. یعنی در واقع مثل منادهای لایبنیسی در پنجره به سوی هم ندارن. آیا این سخن به این معناست که فیلسوف تحلیلی و فیلسوف قاره‌ای اساسا نمیتونه دیالوگ بکنه؟ حرف من اینه که فیلسوف تحلیلی و فیلسوف قاره‌ای نمیتونه با هم دیالوگ بکنن، مگر اینکه
فرد از پارادایم خودش بیرون بیاد، وارد یک حوزه متاپارادایم بشه، یعنی نه از منظر پارادایم تحلیلی و نه از منظر پارادایم قاره‌ای، وارد یک پارادایم دیگری بشه که متاپارادایمه و از یک منظر بالاتری بتونه به مسائل نظر بکنه. در اون صورت میتواند یک زبان جدیدی خلق بکنه، در اون صورت میتواند مقولات جدیدی خلق بکنه. لذا به نظر من یک دانش آموخته فلسفه تحلیلی یا دانش آموخته فلسفه قاره‌ای نمیتونه دیالوگ رو شکل بده، اما یک متفکر میتونه دیالوگ رو شکل بده. یعنی متفکری که خارج از جزمیت های آکادمیک و تخصصی خودش بخواد با مسائل برخورد کنه. من گاهی وقتا تو دانشگاه با دانشجویانی مواجه شدم که اینها درست مواجهشون با سنت فلسفی که بهش علاقه دارن درست مثل یک پارتیزان یک حزبه، یعنی جوری از فلسفه قاره‌ای دفاع میکنه یا جوری از فلسفه تحلیلی دفاع میکنه که انگار داره از یک جهتگیری حزبی مثلا مارکسیسم لنینیسم دفاع میکنه یا مثلا یک نظام تئولوژیک دفاع میکنه. این فرد نمیتواند، یعنی کسی که در این سطحه یعنی درون پارادایمه، نمیتواند به هیچ وجه به اصطلاح یک نوع دیالوگ رو شکل بده. اما اگر یک نفر به سطح تفکر در معنای راستین کلمه سوق پیدا کنه، اون موقع به دلیل آشنایی که با دوتا پارادایم داره مثلا میتواند نشان داد که چطور کواین بر اساس اینکه فرضاً گزارها یک معنای واحد ندارن چگونه داره به پارادایم هرمنوتیکی نزدیک میشه، یا میشه متفکران دیگر رو نشون داد، یا ویتکنشتاین، یا به قول ویتکنشتاین در بازی طرف مقابل شرکت کنه و سعی کنه همدلانه بفهم. ببینید دکارتی در واقع متلاشی شده در عالم فلسفه، و به دلیل اینکه من ربط وثیقی بین فلسفه های تحلیلی با سنت و پارادایم سوبژکتیویستی دکارتی کانتی میبینم، من فکر میکنم در واقع دیگه الان صحبت بر سر دیالوگ این دو پارادایم نیست. من فکر میکنم که به اصطلاح فلسفه های تحلیلی یه مقدار بوی نا گرفته، یعنی دچار یک نوع تأخر تاریخیه. ممکنه دوست من که شنیدم آقای دکتر دباغ بگن نه، هنوزم که هنوزه در دانشگاه های انگلستان، در دانشگاه های آمریکا، در هند، در نیوزیلند، در استرالیا این فلسفه ها خیلی قدرتمنده. میپذیرم. اما حرف من این نیست که آیا این فلسفه ها تدریس میشه یا نه. حرف من اینه که این فلسفه ها میتونن تمدن و زمانه کنونی رو رهبری بکنن و با حیات انسانی و اجتماعی ارتباط برقرار کنن. حرف من اینه که نه، ارتباطش بسیار ضعیف شده. بسیار عالی. بله، یه نکته مهم که در فرمایشات شما این بود، ما در این گفتگوها به هر حال چون که یه کورس علایده برای هر کدوم از فیلسوفا نداریم، من فرض بگیرید در سنت تحلیلی حالا مور، فرگه، راسل، اینها ساعت‌ها بحث می‌طلبه. اینا بحث فیلولوژیکه دیگه. بله. اینا بحث‌های فیلولوژیکه. ولی خب اون دنبال اون نخ تسبیح هستن. بله، دنبال اون نخ تسبیح هستن. بله. که در به دنبال یه بله آی دکتر صدای منو دارید؟ صدا برای بله. عرضم این بود که در این گفتگوها طبیعتاً با توجه به زمانی که وجود داره ما دنبال یه نخ تسبیح هستیم که فرض بگیرید ادعی از این فیلسوفان رو مثل همین فرگه، مور، ویتگنشتاین، راسل در سنت تحلیلی ما رو وصل کنه، فرض بگیرید به نیای اون سنت، حالا لاک و هیوم و کانت و دیگران، و فرض بگیرید ادله این تجربه گرایی در بیاد که مشترک بین همه اینا باشه با وجود تفاوتاش. و این نکته واقعاً مهمی بود که در فرمایشات جناب عالی هم بود. خب آقای دکتر، از این سال فاصله بگیریم و به این نکته برسیم. جناب عالی فرمایشات آقای دباغ رو گوش دادید و مطالبی آیا در خصوص اونها انتقادات، مطالب، چه مقدار همدل هستید با گفته‌های ایشون؟
والا اگه راستش بخوام با همه حرفای دوست عزیزم آقای دباغ همدلم، فقط نه همدلی معرفتی منظورم همدلم. اما خب چند تا انقلد کوچیکم دارم دیگه، یعنی میخوام بگم که بحثای فلسفی نباید به تعبیر کان ذره ای از مهر و محبت و دوستی رو بکاهه. من به همه عزیزانی مثل دکتر دباغ عشق و ارادت دارم، به حال دوستانی هستن که به شدت زحمت میکشن، اما خب من دانش آموخته فلسفه هم به اصطلاح خب بر اساس دستاوردهای فکری خودم و آموخته‌های خودم خب چشم‌اندازه خاص خودم رو دارم. ببینید اگر قرار باشه بحثا رو معطوف بکنیم، نمیدونم چنینه، قرار بحثا رو معطوف کنیم به بله بحثا رو آقای دکتر معطوف کنیم به این پرسش آقای دباغ که تاکید بسیار دارن اینو، یعنی نقطه مرکزی قرار بدیم. ایشون این پرسش رو دارن از جناب عالی که ما چرا در قرن 21 حالا با فرض مفروض گرفتن عقل مدرن صحبت از امتناع امر دینی میکنیم. حالا ما میپذیریم، ایشون میگن که بعد از دکارت غرب سوژه محور شده، با کانت به اوج خودش رسیده، نهلیسم، سکولاریسم و پاره مؤلفه های دیگه هم آشکار شده و تفاوتی پیدا کرده با امر دینی در شرق، چون شرق امر دینیش فراتر از سوژه است، سوژه محور نیست. این تفاوت ها رو قبول دارن، اما از این تفاوت ها ما میتونیم به امتناع برسیم یا نه؟ این پرسش اساسیه. ببینید من برای اینکه زمینه ای برای گفتگو فراهم بکنم، چون همه ای ما از گفتگو صحبت میکنیم و فکر میکنیم وقتی اراده کردیم که گفتگو کنیم گفتگو هم شکل میگیره، واقعا چنین نیست. خود گفتگو و شرط گفتگو و امکان گفتگو در واقع متعلقات تفکر فلسفی است. اینکه چرا ما هی از گفتگو صحبت میکنیم ولی هر روز هم از گفتگو دور میشیم، باید روی این بیاندیشیم. من میخوام یکی دو نکته رو در مورد به اصطلاح فرمایشات آقای دکتر دباغ فقط طرح پرسش بکنم. پرسش اولم اینه که خواستگاه تفکر کجاست؟ خواستگاه تفکر فلسفی کجاست؟ یعنی یک متفکر، یک فیلسوف حرفاش رو از کجا میاره؟ آیا حرفاش رو از کوچه و بازار میگیره؟ آیا فیلسوف اون کسیست که کتابها رو خوب خونده و اون کتابها رو باز تولید میکنه، یعنی دوباره بلغور میکنه حرفای گذشتگان رو؟ آیا فیلسوف کسیست که در طبیعت میگرده و با تجربه، با آزمایش، با مواجهه با علمی با جهان به اصطلاح مقولات ثانی میرسه و به مقولات متافیزیکی میرسه؟ مثلا فرض کنید فیلسوفی مثل نیچه اگر میگه در غرب خدا مرد، خواستگاه این جمله کجاست؟ این جمله آیه گزاره تجربی است، یعنی به اصطلاح نمیخوام بگم منقطع از تجربه است، قاعدتا با جهان، با زندگی نیچه. الو بله آقای دکتر صداتون هم داریم بفهمید. من قطع نشد، عبارت جا نیفتاد، اگر جا افتاد تکرار بکنم. نه نه آقای دکتر کاملا صداتون واضح استش، داشتید راجع به عبارت نیچه میگفتید. من میخوام بگم که این که فیلسوفی مثل نیچه میگه خدا مرد، خواستگاه این جمله کجاست؟ یا اگر متفکری مثل کیرکگور فرض کنیم میگه که کلیسا قبرستان خداست، کلیسا زندان مسیح است. یا اگر فرض بکنید که متفکری مثل کانت میگه که مثلا در نقد عقل عملیش میگه که ما فقط نسبت به امر مطلق متحدیم و اخلاق اونجای است که شما به ندای امر مطلق به اصطلاح عمل بکنیم. امر مطلق چی؟ اینه که دیگران رو مثلا به منزله ابزار تلقی نکنی. این حرفا از کجا میاد؟
این حرفا از کجا میاد؟ خیلی میشه راجبش بحث کرد و من نمیخوام با ادبیاتی صحبت بکنم که کانتروورشال باشه، مناقشه آمیز باشه، فقط میخوام به برادر خودم آقای دکتر دباغ نزدیک بشم. به نظر من یکی از خاستگاه های تفکر فلسفی تجربیات زیسته است به معنای دلتایی کلمه، یعنی فیلسوف با فاصله گرفتن از زندگی روزمره، یعنی خوردن، خوابیدن، ارضای غرایز، در واقع وارد ساحتی میشه و یک تجربه زیسته از خود جهان و خود زندگی پیدا میکنه. این تجربه زیسته، تجربه به مفهوم به اصطلاح امپریکال کلمه نیست، تجربه به مفهوم سنس اینتویشن، به مفهوم تجربه حسی نیست، گرچه نمیتواند از این امور جدا باشد، اما در این سطح نیست. اگر این رو بپذیریم، میخوام این رو مقدمه بچینم که بعد راجع به بعضی از مطالب که بعدها شما سوال خواهید کرد و شاید هم در همین پرسش شما هم این به صورت مفروض باشه این سوال، میخوام بر اساس این مقدمه جواب بدم. نکته دیگر این که وقتی از امتناع صحبت میکنیم، امتناع رو چی میفهمیم؟ نمیخوام وارد بحثای به اصطلاح فلسفی و منطقی خیلی جدی بشم، بحثم اینه که در یک بیان این امتناع عقلی است یا این امتناع تاریخی است، یا به قول قدمای ما امتناع وقوعیه. ببینید، مثلا یه موقع میگیم یک شی امکان ندارد هم باشد هم نباشد، قانون امتناع تناقض ممتنع است. این به اصطلاح یک امر ممتنع است. اینکه یک شیء دایره مربع باشد، این امر ممتنع است. اینکه مجموع زوایای یک مثلث 200 درجه باشد نه 180 درجه، این امر ممتنع است. امتناع عقلی داره، امتناع ذاتی داره، امتناع عقلی داره. اما یه موقع است که مثلا من عبدالکریمی در سن مثلا 57 سالگی، 58 سالگی احساس میکنم که دیگه از طریق معلمی زندگیم در این کشور نمیگذره و میبینم که فرض کنید که بازیگران فوتبال مثل لیونل مسی یا رونالدو خوب پول میگیرن، خیلی پولای کلوم میگیرن و من تصمیم میگیرم که فوتبالیست شم. یا مثلا نگاه میکنم پزشکان دارن پول درو میکنن در کشور من و من تو سن 58 سالگی تصمیم میگیرم که دوباره وارد کنکور شم، کنکور بدم و وارد رشته پزشکی شم و از اول مثلا دوران پزشکی رو بگذرونم. یکی به من میگه برکم این راه رو نرو، نمیشه. این امتناع به مفهوم امتناع عقلی نیست، یعنی در این که من بپذیریم که ممکنه من مثلا تو 5 سال دیگه فوتبالیست حرفه‌ای بشم یا یه پزشک بشم، هیچ نوع مثلا پذیرشش هیچ نوع امتناع عقلی نداره، اما امتناع وقوعی داره. حالا بر اساس این دو مقدمه حالا پرسش شما رو یه بار دیگه بررسی کنیم. آیا امکان داره که بر اساس سوبژکتیویسم دوره جدید و عقلانیت علمی و تکنولوژی جدید ما به نوعی امکان معرفت دینی برسیم؟ تجربه اگزیستانسیال من میگه امکان ندارم. بر اساس تجربه زیسته ای که از عقل علمی و عقلانیت جدید دارم، این عقلانیت علمی و تکنولوژیک، این عقلانیت علمی و تکنولوژیک نمیتواند مواجهه با امر معنوی رو در جان من به عنوان یک امر اگزیستانسیل فراهم بکنه. به نظر من ایرادی که در ذهن همه دوستانی که در سنت فلسفه تحلیلی میاندیشن، از جمله آقای دکتر دباغ، اینه که امر اگزیستانسیل رو به یک امر مفهومی تبدیل میکنن. یعنی گویی وقتی میگیم گشودگی به ساحت قدس، گشودگی به امر متعالی، یعنی انگار سخنمون اینه که آیا خدا رو قبول بکنیم یا نه. اصلا بحث اینجا نیست. امروز خیلی از مراجع تقلید ما دائما میگن خدا خدا خدا، صبح تا شب نمازم میخونن، نماز شبم میخونن، اما نیهیلیسم وجودشون رو گرفته.
یعنی به لحاظ ببینید این سوال علمی که جهان چگونه خلق شد، الان هم همین الان که دوران بست سکولاریسمه و بست نیهیلیسمه، از جمعیت 8 میلیارد خورده‌ای اگه بپرسید جهان چگونه خلق شد، 7,500,000,000 نفر حداقل به کمک فاهمشون جواب میدن جهان توسط خداوند آفریده شده است. اما این گشودگی به ساحت قدس نیست، این امر اگزیستانسیل نیست، این یک امر مفهومیه، یک امر تئوریکه. یعنی این خدا بر جان، بر زبان، بر کنش، بر احساس و اندیشه این فرد در واقع هیچ نوع تجلی نداره. من مطمئنم که در واقع دوستانی که در سنت فلسفه تحلیلی هستن از جمله آقای دکتر دبا خواهند پرسید که عبدالکریم این ادعا را کجا آوردی؟ من میگم میشه. در واقع داریم از دو شیوه زیست صحبت میکنیم. آقای دکتر دباغ بر اساس تجربه وجودی خودشون میفرمایند که من در تجربیات اگزیستانسیل خودم دیدم، تجربه کردم که میتوانم به عقل مدرن نه فقط گشوده باشم بلکه عقل مدرن رو بپذیرم. و عبدالکریمی میگه بر اساس تجربه زیسته خودش با عقل دکارتی کانتی نمیتواند امر معنوی رو آنچنان که از تجربه کنه. یا به تعبیر دیگه عبدالکریمی میخواد بگه من با آنچه با جانم آزمودم جهان و زیست جهان محمد رو، زیست جهان مولانا رو، زیست جهان حافظ رو که در تجربه محدود زندگی خودم به اصطلاح زیستم، این با جهان دکارتی بسیار بسیار متفاوته، بسیار بسیار متفاوته. خب حالا ممکنه به آقای دکتر دباغ اهل دقت نظر حتما خواهم پرسید که عبدالکریمی کی گفته که حرف تو درسته، کی گفته که حرف من نادرسته. اینجاست که ما باید در فراسوی استدلال هایی که داریم میکنیم در واقع یک داور وجود داشته باشه که بگه که آیا خدا مرده است نیچه درسته؟ آیا نیچه به درستی فهمید که خدا مرده است؟ یا مثلا تلقی نازنینی مثل آقای دکتر دباغ که میگوید به هیچ وجه خدا نمرده و خدا هنوز زنده است. اینجا کدوم مرجع؟ اینجا که تاریخ میتونه اثر اصطلاح معیار باشه. یعنی امر بیرونی، واقعیت و فرایند تاریخی. من یک مثال بزنم. یادم میاد که سال 1387 وقتی من ما و جهان نیچه‌ای رو دروردم و گفتم که در واقع جهان ایرانی هم به نیهیلیسم پیوسته، خیلی ها استهزا کردن. و حتی یادم میاد در همون سال 87 یک پروژه ملی در وزارت ارشاد تعریف شده بود، فکر میکنم به سرپرستی آقای دکتر معیدزاده، جامعه شناسی که الان بازنشسته شدن. نتیجه این طرح پژوهشی این بود که جامعه ما نه فقط سکولار نشده بلکه روز به روز دینی تر شده. یعنی جوانان مسجد بیشتر میدن، سفر حج بیشتر شده، عطوات عالیات جمعیت بیشتر میره. اما من فکر میکنم امروز حتی آقای ملکیان که در سنت تحلیلی میاندیشن از نیهیلیسم و بیمنایی دارن صحبت میکنن. امروز در سطح جهانی هم فیلسوفان تحلیلی دیگه مرگ خدا و نیهیلیسم رو یک نوع شعر نمیدونن، آنچنان که آقای دکتر دباغ البته خیلی تغییر کردن. سالها پیش میگفتن من نمیفهمم خدا مرده است یعنی چی، اما امروز از احوالات اگزیستانسیل صحبت میکنن. یعنی نشون میده که خود واقعیت ها افراد رو به سمتی سوق میده که یک فیلسوف، یک متفکر مثل نیچه در واقع مسئله رو درست دیده. درسته دکتر. از کتاب خودتون، کتاب ما و جهان نیچه‌ای، فرمایشی داشتید. ما تو در اون کتاب ما در نهایت به یک ایمانگرایی و فیدئیسم میرسیم. یعنی به تعبیری شما ایمان رو متوقف به استدلال و ریزن نمیدونید دیگه، درسته؟ ببین
ببینید باز وقتی از استدلال و ریزن ببینید یک بحثی رو دائما تکرار میشه، یعنی اگر بهش توجه نداشته. البته دکتر اینم بگم ایمانگرایی رو ما خود ایمانگرایی رو هم یکی از سنت‌های فلسفی کلام غربی و شرقی میدونیم، یعنی حالا خارج از این که درست ثواب یا ناثواب، خود همین ایمانگرایی و فیدیسم هم خب هم در کلام هم در فلسفه خودش یک نهله هستش، یعنی حرف دارن واسه گفتن، ولی منظورم این بود که در نهایت ما به کجا میرسیم از اون کتاب. ببینید حرف من اینه که یکی از مبانی بسیار بسیار مهم که سبب تمایز فلسفه های تحلیلی و فلسفه های قاره‌ای میشه اینه که فلسفه‌های تحلیلی به تبع اینکه در سنت دکارتی کانتی هستن تفکرشون غیر تاریخیه و در صورتی که خب فلسفان قاره‌ای تفکرشون تاریخی است، هیستوریکاله. این به این معناست که در واقع در تفکر دکارتی کانتی، مثلا وقتی دکارت از روش درست به کار بردن عقل صحبت میکنه، این عقل براش یک معنا بیشتر نداره. یا کانت میگه نقد عقل محض، کانت از عقل یک معنا بیشتر، یعنی یک عقلی است که یونیورساله، جهانیه، همه زمانی و همه مکانیه، یعنی همه انسان‌ها در همه ادوار تاریخی، در همه فرهنگ‌ها و سنن نظری فکری تاریخی در واقع معنای واحدی داره. اما بعد از هگل ما متوجه میشیم که خود عقل یک امر تاریخیه، یعنی ما عقل نداریم، به تعبیر هایدگر ما عقل‌ها داریم. آقای دکتر سروش یه بار به من گفتن نه، عقل یکیست، معقول‌ها متفاوته. به هیچ وجه چنین نیست. آنچه که عیسی به منزله عقل میفهمد که ارسطو اصلا بویی از اون نبرده، و آنچه که ارسطو به منزله عقل و عقلانیت میفهمد، عقلانیتی که در واقع راهبری خودش رو به منطق میسپاره، مسیح اساساً با چنین عقلانیتی آشنا نبود. حالا وقتی ما از عقل استدلال، ایمانگرایی، عقل محوری، نسبت عقل با دین و همچنین موضوعاتی صحبت میکنیم، تا زمانی که در پارادایم غیر تاریخی هستیم به نظر من سوالات مسیر خوبی پیش نمیره و ما همون در واقع به اصطلاح خطای بزرگی که در فلسفه‌های تحلیلی هست، به دلیل فقدان نگرش تاریخی نوع مواجهشون هم بر اساس همون عقلانیت یونیورسال متافیزیکی است که از ارسطو شروع شده و به کانت و دکارت میرسه و فلسفه‌های تحلیلی هم ادامه دارن. باز همین نکته رو بگم، این خطا رو من در فرمایشات آقای دکتر دباغ دیدم، قبلا هم آقای دکتر کاوی لاجوردی که در دانشگاه مفید من یک بحثی داشتم، این دوستان فکر میکنن ما از تفکر تاریخی صحبت میکنیم، مرادمون تاریخه، ما از هیستوری صحبت نمیکنیم، از هیستوریسیتی صحبت میکنیم. آقای دباغ میگفتن که نه، امروز خیلی از فیلسوفان تحلیلی هم به تاریخ توجه دارن، مثلا تاریخ مفهوم علت رو مینویسن، تاریخ مفهوم علیت رو مینویسن، تاریخ مفهوم نمیدونم عدالت رو مینویسن، تاریخ مفهوم عقل رو مینویسن، یا حتی فلسفه تاریخ میگن. اصلا محل بحث اینجا نیست، من بارها توی سخنرانی هام، تو مقالاتم، تو کتاب هام اعلام کردم که پاشنه آشیل جامعه ما به تبع روحانیت و حوزه‌های علمی اینه که ما فاقد نگرش تاریخی هستیم. صدای من دارید آقا؟ بله. نه دکتر، صداتون رو داریم. من بارها گفتم پاشنه آشیل جامعه ما فقدان نگرش تاریخی است. اساسا ما تفکر تاریخی در سنت تفکر اسلامی نداشتیم، در فقهمون نداشتیم، در تفسیرمون نداشتیم، و خیلی از حوادثی که حتی به خیابان‌ها کشیده میشه نزاع بین نگاه تاریخی و غیر تاریخی، یعنی قدرت سیاسی ما به تبع تاثیر پذیری از فرهنگ سنتی اصیل یک نوع اسانسیالیسم ارسطویی تفکر غیر تاریخی است، و بخش وسیعی از جوانان ما فریاد میزنن که نه، دختر امروز با دختر 1400 سال پیش متفاوته، انسان امروز با انسان دوران سنت متفاوته. این نزاع ممکنه به زبان نیاد، اما جنگ بین تفکر تاریخی و غیر تاریخی. و یک کسی میگه آقا ما این همه کتاب نوشتیم، کتاب تاریخی، سیره ابن هشام داریم، سیره یعقوبی داریم، نمیدونم تاریخ نو
ماستری داریم و هنوز هم که هنوز تو جامعه ما علی رغم بحرانی که در حوزه کتاب هست، بیشترین کتاب ها و پرفروش ترین کتاب ها کتاب های تاریخیه. اما مسئله اینجاست هیچ ربطی به بحث نگرش تاریخی نداره. اینکه ما کتاب تاریخی می نویسیم و کتاب تاریخی می خونیم اصلا رب به این معنا نیست که ما هیستوریکال می فهمیم. به این معنا که انسان رو موجودی تاریخی بدونیم، اساسا نحوه بودنش رو تاریخی بدونیم. هیچ موجودی غیر از انسان تاریخ نداره، تاریخ مندی نداره. و اگر از تاریخ کوها، تاریخ آتش نشانها، تاریخ جنگل ها صحبت میکنیم، این انسان است که داره به جنگل، به آتش نشان، به زمین، به کره زمین، به سیارات تاریخ میبخشه. و مراد از هیستوریسیتی یا تاریخ مندی اینه که در واقع همه فهم ها و کنش ها و رفتارهای فردی و جمعی انسان در افق های تاریخی، در چارچوب های معنایی فرهنگی صورت میگیره. یعنی شناخت بشر چنین نیست که انسان یک سوبژه وجود داشته باشه و یک ابژه و بگیم علم و صورت حاصلت من شیئن العقل، بعد این جهان در ذهن در واقع سوبژه منعکس میشه. باستاب درست شناخت و باستاب جهان در ذهن من، نه. این که بسته به این که من در کدامین فرهنگ هستم، در کدامین دوره تاریخی هستم، جهان به اشکال و صورت گوناگونی در ذهن من در واقع باستاب پیدا میکنه. این تفکر تاریخی، این فقدان تفکر تاریخی است که به نظر من مهمترین مرز میان فلسفه های تحلیلی و به اصطلاح قاره‌ایه. اگر ما نگر تاریخی رو نپذیریم، خب در واقع در یک مسیر دیگه قرار میگیریم. اما اگر نگرش تاریخی رو بپذیریم، خب در مرحله بعد اینه که تفکر متافیزیکی یگانه شیوه تفکر است، یا ما در طول تاریخ شیوه های گوناگون تفکر هم داشتیم. هر دید ما در طول تاریخ غیر از تفکر متافیزیکی شیوه های دیگه تفکر هم داشتیم. مثلا تفکری که از سنت ادیان عبری سامی یهودیه به هیچ وجه با تفکر سنت متافیزیکی یونانی یکی نیست. و این چیزیست که در واقع عزیزانی که در سنت فلسفه تحلیلی کار میکنن به این تفاوت بار ندارن. یعنی ما عقلانیت یا به تعبیر نظام اپیستمیکی که مثلا در آیین هندو هست، نظام اپیستمیکی که در حکمت معنوی شرقی هست، نظام اپیستمیکی که در کتب مقدس هست، به هیچ وجه با نظام اپیستمیکی که در اندیشه های کانت و ارسطو و دکارت و فرگو و حتی ویتگنشتاین وجود داره یکی نیست. اینها دو قلمرو متفاوتن، دو سرزمین متفاوتن که فردی مثل من در تجربه زیسته خودش تمایزات اونها رو با جانش آزموده. و فکر میکنم دوستانی که در سنت فلسفه تحلیلی هستن، یعنی به سهولت اینها رو با هم خلط میکنن، و مثلا میگن که خیلی خوب، من میتونم دکارتی باشم، کانتی باشم و از امر دینی و معنوی هم صحبت کنم. به نظر من این امر دینی و معنوی بسیار سرد و فسرده است. یعنی حتی اگه بپذیریم یک تفاوت طیفی دارن، نه تفاوت ماهوی، اگر بخوایم حالا به اصطلاح با زبان و ادبیات آقای دباغ به تبع ویتگنشتاین بگیم که یک نوع شباهت های خانوادگی دارن، به هر حال خدای مولانا، خدای حافظ، خدای عیسی، خدای محمد با خدای کانت یکی نیست، با خدای دکارت یکی نیست. اونجا عقل خودبنیاد خدای دکارتی امر متعالی نیست که، این خدا صرفاً برای حفظ به اصطلاح سیستم دکارتیه. خدای کانتی فقط برای حفظ نظام اخلاقی کانتی است، یعنی برای که ضمانت ببخشه اون قایات ملکوت رو تا اون عقل عملی بتونه کار خودش رو پیش ببره. این خیلی خیلی متفاوت است با آن حقیقت قدسی که جان فرد مؤمن در واقع با او عجین میشه و جان او رو برمی آشوبه. این خدا، خدایی که در متافیزیک است، خدای سرد و فسرده است و هیچ نسبتی با امر معنوی نداره، یا اگر نسبتی هم با امر معنوی داشته باشه
به تعبیر نیچه خداییست که به نفس نفس افتاده، خدای سرد و در حال احتضاره. این خدا جانی رو بر نمی افروزه، بر جانی سائقهی به تعبیر هولدرین، سائقهی بر جانی ایجاد نمی کنه. چنانکه وقتی به واقعیت تاریخی هم رجوع میکنیم، یعنی به زندگی مردم، مناسبات زن و مرد، رشد فمینیسم، رشد اندیویجوالیسم، اتمیزه شدن انسانها، بی بنیاد شدن اخلاق، همه اینها رو در واقع اینجاست که پای به عنوان یک داور نهایی در واقع به تاریخ و تجربه تاریخی رجوع پیدا میکنیم تا اون تجربه زیسته رو به نحوی براش معید و شاهدی پیدا کنیم. بله، چه بسا موسک هم باشه آقای دکتر، مثلا شما خدایی که کارکرد داره واسه بشر، فرض بگیرید این خدا بیاد با اون خدا وقتی در مقام مقایسه با اون خدای سنتی مقایسه بشه، اصلا نه تنها درک صورت نمیگیره، شاید مضحک هم باشه. چه بسا از اون طرف هم همینه، مثلا خدایی که فراتر از سوژه هستش رو وقتی خدایی که نیایش میشه کرد باش، ارتباط میشه باش گرفت، و فرض بگی شما ببرید توی ذهن و آگاهی بشر و یه کارکردای خاصی رو براش در نظر بگیری و جعل کنی، کارکردهای روانشناختی و جامعه شناختی، شاید اون متدین اصلا درک نکنه و مسخره بگیره و به اصطلاح مسخ بدونه. بله، یعنی خدای سوبژکتیو با ساحت قدسی که در سنن تاریخی ما قبل مدرن وجود داشت خیلی خیلی متفاوته. شما نگاه بکنید، ایام عید قربانم بود دیروز فیروز، شما نگاه بکنید، شما داستان ابراهیم رو وقتی با عقل مدرن مواجه میشید، وقتی با عقل مدرن این داستان رو بررسی بکنید، زور میزنید این داستان نهایتاً ابراهیم به یک روانپریش، به یک کودک آزار تبدیل میشه. به لحاظ روانشناسی دوره جدید به هیچ وجه نمیشه داستان ابراهیم رو فهم کرد، در صورتی که این داستان بنیاد یک سنت تاریخی عظیمی بود که به اصطلاح سهم و دین بزرگی بر گردن بشریت داشته. این سنت 3000 ساله از ابراهیم تا محمد و از محمد تا به امروز، این سنت نقش بزرگی داشته. این رو اگر بخواید با عقل مدرن، با روام سایکولوژیک اینا تفسیر بکنید، تسلیم شدن به مطلق و خود رو به دامان مطلق انداختن، این از یک مقوله دیگری است. این غیر از مقوله است که دکارت برای اینکه به یقین برسه و از کوژیتو خودش شروع میکنه، بعد نیازمند اینه که در واقع لااقل برای استدلال خودش که وقتی میگه من فکر میکنم پس هستم، برای اینکه پس رو رابطه نتیجه رو با مقدم در واقع ضروری بدونه، برای اینکه منطق رو صحتش اثبات کنه پای خدا رو میکشه وسط، یا در کانت به نحو دیگری اول آزادی رو میپذیره، بعد اخلاق رو میپذیره، بعد برای اینکه اخلاق درست باشه به اصطلاح کمال مطلق رو میپذیره، و چون کمال مطلق در این جهان متحقق نمیشه، خب حالا یه خدایی هم قائل بشیم که تا کمال مطلقی باشه تا ما بتونیم زندگی اخلاقی داشته باشیم. این خدا غیر از خدای ابراهیمه، این خدا غیر از خدای عیسی و محمد. من حالا که اسم شریف آقای دباغ اومد، قصد نداشتم همه بحث خلوش آقای دکتر دباغ باشه، یک نکترم دوست دارم به اصطلاح تذکار بدم که آقای دکتر دباغ میگفتم من تعجب میکنم که عبدالکریمی چرا همه این فیلسوفان تحلیلی رو ردیوس میکنه و تقلیل میده به پوزیتیویسم. من فکر میکنم مدعی نیستم که به اصطلاح خیلی با تاریخ فلسفه آشنا هستم، به هیچ وجه، بی تردید خیلی چیزاست که نخوندم و باید بخونم، از این بابت تذکار آقای دکتر دباغ سپاسگزارم. اما فکر میکنم باید این لااقل این به اصطلاح خوشبینی به طرف مقابل دیالوگ وجود داشته باشه که لااقل یه معلمی که مثل عبدالکریمی که حدود 20 ساله در دانشگاه فلسفه تدریس میکنه انقدر میفهمه که همه ی فیلسوفان تحلیلی مثل کارناب و حلقویان نمیاندیشیدن. ببینید، من گفتم وقتی ما سنن تاریخی رو بررسی میکنیم میتوانیم به اعتبار وحدت یا به اعتبار کثرت نگاه بکنیم.
و نکته دیگر این که مفاهیم به شدت تکسچوالایز هستن، یعنی بسته به اینکه مفهوم در کدوم تکست به کار میره معنا پیدا میکنه. مفاهیم خارج از تکست، خارج از متن معنا ندارن. من نه فقط گفتم تمام فیلسوفان تحلیلی، نه فقط تمام فیلسوفان تحلیلی پوزیتیویست هستن، بلکه اگه به یاد داشته باشید من گفتم حتی در فیلسوف مثل هوسر، اونجایی که به اعتبار اینکه از پدیدارشناسی به منزل روش فلسفه به عنوان یک علم صحبت میکنه، یعنی سودا اینو داره که فلسفه رو به علم متقن میگه، پدیدارشناسی روش فلسفه به منزل یک علم متقنه، اونجایی که حتی گفتم در هوسر یک نوع گرایشات پوزیتیویستی وجود داره. این سخن اصلا به این معنی که حسین مثل به اصطلاح کارناپ یا حلقه وینیا فکر میکنن. حتی گفتم کانت از دو گونه فلسفه صحبت میکنه، فلسفه به منزله یک میل طبیعی که میگه اجتناب ناپذیره، اما فلسفه در معنای دوم، فلسفه به منزله یک علم. کانت هم سودای اینو داشت که فلسفه رو به یک علم تبدیل کنه، و این سودایی است پوزیتیویسم، نه به مفهوم قرن 19 و قرن 20 در حوزه فلسفه علم، به این معنا که میخواد فلسفه به نتایج محصلی برسه، به نتایج متقنی برسه، یعنی جواب راز رو پیدا کنه. فلسفه‌ای که با راز سر کار داره میخواد جوابایی پیدا کنه که ابجکتیویتی داشته باشه، یعنی یونیورسالیتی و نسسیتی. بذارید به زبان دیگه بگم، کل تاریخ متافیزیک تاریخ پوزیتیویسمه. و وقتی من میگم کل تاریخ متافیزیک تاریخ پوزیتیویسمه، به هیچ وجه منظورم نیست که کل تاریخ متافیزیک شبیه کارناپ فکر میکنن و معتقدن که برای اثبات یک نظریه علمی و یا مثلا برای حل مشکل استقرا ما باید اثبات بکنیم یا مثلا موارد معید تجربی پیدا بکنیم تا بتونیم یک نظریه رو اثبات بکنیم و بعد بگیم خب نه پوپر اومد ابطال پذیری رو گذاشت. نه، اصلا بحث در این سطح نیست. بحث بر سر این است که وقتی از تفکر معنوی صحبت میکنیم، از حقیقتی صحبت میکنیم که فراتر از هر مفهوم است، فراتر از هر واژه است، فراتر از آن چیزی است که به گزاره در بیاد. و تفکر معنوی آنجایی است که فرد رو دعوت میکنه در این امر تعین ناپذیر خانه بکنه، در این امری که ابژه ناشدنی است خانه بکنه. و تفکر متافیزیکی یعنی تفکری که با سقراط، افلاطون و مشخصا ارسطو آغاز شد و راهبری خودش رو به دست منطق سپرد و کوشید با قیاس منطقی این حقیقت تعین ناپذیر رو در پاره از گزاره ها تعاریف و استدلال و قیاس در بیاره، در واقع ذات فلسفه درش نوعی تعین بخشیدن به امر تعین ناپذیر وجود داره. و اینجاست که به تعبیر هایدگر وجود تبدیل به موجود میشه. من پوزیتیویسم رو در معنای خاص خودم، این تعریف منه، من پوزیتیویسم رو در معنای خاص خودم به کار بردم. پوزیتیویسم مثبت‌گرایی، محصل‌گرایی، امر ملموس‌گرایی به این معناست که امر تعین ناپذیر رو بکوشیم به کمک منطق و استدلال و مفاهیم و گزاره ها متعین بکنیم و در واقع به کمک پاره گزاره های قطعی، کلی، ضروری، یقینی بیانش بکنیم. اینجاست که متافیزیک در واقع راه خودش رو از همون آغاز، البته به تدریج در مواقف گوناگون با ارسطو شدت پیدا کرد، با دکارت شدت پیدا کرد، با کانت شدت پیدا کرد و با فلسفه های تحلیلی هم در واقع این سوبژکتیویسم و این پوزیتیویسم، این پوزیتیویسم قرن 19 و قرن 20، نیمه اول قرن 20 که در فلسفه علم است، نتیجه پوزیتیویسم کلی تری است که در کانت و قبل از اون در دکارت و قبل از اون در ارسطو و قبل از اون در نطفه‌اش رو در سقراط و افلاطون می‌بینیم. مراد من پوزیتیویسم صرفاً در معنای
فلسفه علمیش که در برابر ابطال پذیریه نبود، نه پوزیتیویسم خام آگوست کنتی و نه پوزیتیویسم از نوع حلقه وین، بلکه پوزیتیویسم در معنای خاص مورد نظر خودم بود که در واقع راز رو که یک امر حل ناشدنیست متافیزیک میکوشه به کمک عقل، به کمک عقل منطقی در واقع مسئله رو جواب بده و نمیتونه در حقیقتی که جواب ناپذیره در خود راز خانه بکنه. به همین دلیل معتقدم تفکر متافیزیکی با تفکر معنوی جمع نمیشه. درسته دکتر، ملاحظه دیگه ای در خصوص نکات آقای دباغ دارید یا نه؟ واقعیتش اینه که به اصطلاح خب آقای دکتر گفتم بیشتر بحثاشون یا بحث فلسفی رو بحث فیلولوژیک میکردن، یعنی این نوع نگرش من رو که از یک نقطه خیلی بالایی است نگاه هولستیکه که خب دائما سعی میکردن با بحثای فیلولوژیک که آقا کدوم ویتگنشتاین کدوم مرحله از وقتی و مرحله تحلیلی میگید به اصطلاح کدوم فیلسوف تحلیلی در کدوم مرحله قرن اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 نیمه اول نیمه دوم کدوم ویتگنشتاین، ویتگنشتاین مرحله اولش میبینید. ببینید در فلسفه عذر میخوام قصد اگر خشونت گفتاری هست، اگر خشونت گفتاری هست پوزش میخوام به هیچ وجه، قصد فلسفه فضل فروشی فلسفی نیست که داریم تفکر فلسفی میکنیم راهی پیدا بکنیم، نمیخوایم دونسته ها همون رو که به رخ هم بکشیم و بگیم من بلدم تو بلد نیستی. اصلا خواهیم این تفکر فلسفی نیست که، این که تفکر فلسفی نیست. تفکر فلسفی اونجاست که در واقع میکوشیم تجربه بسیار با جانمون پرسش رو بیازماییم و با جانمون به اصطلاح با تجربیات زیستمون راهی رو پیدا بکنیم. من فکر میکنم که اینکه دائما بگیم آقا مثلا ببینید حرف من اینه، حرف من اینه که با سوبژکتیویسم به دکارتی کانتی امر معنوی معنا نداره. بعد بگید خب خیلی خوب این رو به صور کلی نگویید، بگویید برخی در این جهان هستند که در جهان نیچه ای زندگی میکنن و بر بسیاری دیگر. ببینید این دیگه فلسفه نشود، این دیگه فلسفه نشود. بحث من اینه سوبژکتیویسم جدید، سوبژکتیویسم جدید در واقع امر متعالی رو به امر سوبژکتیو تبدیل میکنه و وقتی امر سوبژکتیو شد دیگه متعالی نیست، دیگه مقدس نیست. درسته. اصلا این بحث که هر کسی میدونه که خود مثلا دکارت به خدا اعتقاد داشت، کانت به خدا اعتقاد داشت، هگل به خدا اعتقاد داشت، اصلا بس در این سطح که میشه دیگه اون عمق فلسفی خودش رو دست میده. حتی اگر بخوام بحث رو در یک ساحت جامعه شناسان علمی هم بررسی بکنیم، من میتونم با آقای دکتر دباغ همدل باشم که میپذیرم که همه در جهان نیچه‌ای زندگی نمی کنن. مردم روستایی که در جهان نیچه‌ای زندگی نمی کنن، خیلی ها هستن که در جهان نیچه‌ای زندگی نمی کنن. مگه در جامعه ما مثلا مرحوم محسن حجاجی که جانش رو میذاره بر کف و میره از مرزهای این کشور حالا بر اساس اعتقاد و باور خودش کشته میشه، یا حالا جریانات مخالف اسلامگرا، اینا ما در جهان نیچه‌ای هم نه، کاملا از این بابت حق با آقای دکتر دباغه. اما محل بحث اینجا نیست، محل بحث اینجاست هژمونی جهان کنونی کدام این جهان است، چه چیز داره جهان کنونی رو هدایت میکنه، قدرت و کانون اصلی در واقع جهان کنونی و عالمیت مدرن با کدامین اندیشه هاست، با کدامین اندیشه هاست، چه چیز داره فرهنگ جهانی رو به پیش میبره. در یک نگاه کلی به نظر من این سوبژکتیویسمه. امروز جهان با عرفان ابن عربی و با عرفان حافظ و با عرفان مولوی و اینها پیش نمیره، این با سوبژکتیو. البته در این نظام سوبژکتیویستی ترامپ هم کلیسا میره، بوش هم
کلیسا میره، شاهان و امپراتور مثلا پادشاه انگلستان هم به کلیسا میره. اما اینها که در واقع بحث فلسفی نیست. اگر به اینها استناد بکنیم برای اینکه نشون بدیم جهان کنونی در واقع با بحرانی به نام نیهیلیسم مواجه نیست و نیهیلیسم فقط مسئله بعضی حرفا، اگرم بپذیریم که نیهیلیسم در واقع کاملا جهان ما رو نگرفته، اما روند کدومه؟ یعنی آیا مردم دارن در جهان کنونی داره یک رنسانس دینی صورت میگیره و مردم دارن به باور دینی دارن نزدیک و نزدیکتر میشن یا نه؟ بحثایی که جان هیگ و پلانتیگا اینا میکنن تو دانشگاه هاست، ولی روند عموم اینه که فلسفه زندگی شده مصرف و همه دنبال اینن که از امکاناتی که تکنولوژی در اختیارشون قرار میده بیشتر مصرف کنن و این رو ما در همه جوامع علیرغم همه اختلافات فرهنگی داریم میبینیم. به نظر من بحث ها آقای دکتر دباغ عزیز بحث ها رو در سطوح مختلفی میبرن و اون جنبه متافیزیکیش بسیار بسیار فرو کاست نمیشه. خب بسیار عالی دکتر، بیش از این اذیتتون نکنیم، امروز روز شلوغی داشتید. فقط این که برای آخرین نکته، این روزا هر دو نفری که دکتر به هم میرسن، حالا فرق نمیکنه در چه زمینه ای، یه گذری هم به مسئله کرونا دارن. به هر حال این مسئله اقامت ما در جهان و به تبع اون مسئله مرگ یکی از اساسی ترین مسئله های وجودی فیلسوفان معاصر هم هستش. احساس میشه کرونا که اومده یک سلسله تغییراتی در کل جهان حاصل شده و انگار مرگ به ما نزدیکتر. به نظر میسه که امروز میلیاردها انسان امیدشون به همین آزمایشگاه های کمبریج و آکسفورد و هاروارد و دیگر نقاط جهانه. الان آخرین آماری که من داشتم دکتر 700 هزار نفر، الان دیگه نزدیک 1,000,000 نفر وفات کردن و چشم انداز روشنی هم وجود نداره. چطور یک ویروس چنگرمی این چنین معادلات کل تاریخ و جهان انسان رو داره عوض میکنه و حتی سبک زندگی و بسیاری از امور دیگر؟ ببینید نمیدونم، برای اینکه نتایج و پیامدهای یک رویداد رو دید باید یک مدت گذشته باشه، اما من برخلاف بسیاری چنین احساسی رو ندارم که با کرونا اتفاق بزرگی به لحاظ متافیزیکی افتاده. خب میدونید ما در گذشته بیماری های مثل طاعون داشتیم، مثل وبا داشتیم، همین آنفولانزای اسپانیولی رو داشتیم که تعداد زیادی رو کشت در همین اوایل قرن 20، بعد از یه مدت فراموش شد. من فکر میکنم اگر قرار اتفاقی در جهان بیفته باید متافیزیک جهان تغییر پیدا کنه، اونتولوژی ما تغییر پیدا کنه، فهم ما از جهان تغییر پیدا کنه و هستی امکانات تازه‌ای از خودش نشون بده، که البته من فکر میکنم در دوران پست مدرن ما فرهنگ بشری داره جهتگیری‌های خاصی پیدا میکنه. من در خصوص تفکر آینده بعضی جاها در حد توان خودم بحثایی رو داشتم، اما اینکه صرفاً این بیماری آنچنان که بعضی ها مدعی میکنن ما رو به خدا نزدیک خواهد کرد و یا آنچنان که بعضی ها مدعین که کرونا ما رو از خدا دور خواهد کرد، من فکر میکنم قبل از کرونا سوبژکتیویسم متافیزیکی و سوبژکتیویسم حاصل از عقلانیت جدید بحث پیدا کرده بود و دنبالش سکولاریسم، اندیویجوالیسم و نیهیلیسم بحث پیدا کرده بود و مظاهر اون بحث رو امروز هم داریم میبینیم. در رویداد کرونا هم خودش رو داره نشون میده. واقعا نمیشه آینده رو پیش بینی کرد. من فکر میکنم تا به اصطلاح چند سباه دیگه این ویروس کرونا کشف خواهد شد، امیدوارم، و فکر میکنم که زندگی به حالت عادی باز خواهد گشت و باز این متفکران هم که باید در مورد سرنوشت فرهنگ و تمدن بیندیشن و به کمک متفکران و به واسطه متفکران، البته با قید خاصی که من دارم چون دارم با زبان متافیزیکی صحبت میکنم میترسم با زبان دیگری صحبت کنم و بحث به درازا بکشه، صرفا متفکران نیستن، یعنی به اراده متفکران باید به اصطلاح امکاناتی از خود هستی رو
دریابند امکانات از خود هستی کشف بشه، نه اینکه این امکانات رو متفکران تولید میکنن. و این قید من فکر میکنم باز از طریق تفکره که زندگی بشر تغییر خواهد کرد، نه از طریق این بیماری. امیدواریم. زنده باشید آقای دکتر، ممنونم از شما دکتر بیژن عبدالکریمی نازنین. ببخشید اگر حرفا یه مقداری نظم منطقی نمیدونم داشت. زنده باشید. نه نه عالی بود، استفاده کردیم از مطالب شما و آقای دباغ و دیگر دوستان هم استفاده میکنیم. ممنون از شما که در ترافیک شلوغ امروزتون این فرصت رو قرار دادید و مخاطبین صدای دلنشین شما رو شنیدن. ممنون از شما جناب آقای عبدالکریمی عزیز. سپاسگزارم. آرزوی توفیق برای همه عزیزان از جمله آقای دکتر دباغ رو دارم. زنده باشید.